عزیزان سلام با برنامه تحلیلی دیدگاه در خدمت شما هستیم روز یک شنبه 22 تیر ماه رژیم اشغالگر ارمنستان با حملات توپخانه‌ای به شهر تووز در آذربایجان شمالی بار دیگر رژیم آتشبس را نقص کرد شهر تووز در شمال غرب آذربایجان قرار دارد و از منطقه اشغالی قرهباغ فاصله بسیار زیادی دارد سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان با انتشار پیامی علت این حملات را تلاش نیروهای نظامی آذربایجان برای عبور از منطقه مرزی تووز با یک خودرو عنوان کرده است از سوی دیگر اما وزارت دفاع آذربایجان با رد این ادعا گفته است اگر نیروهای آذربایجان سعی در گذشتن از منطقه مرزی داشتند به جای استفاده از خودروی معمولی مورد ادعای ارمنستان از خودروهای زرهی استفاده می‌کردند در بیانیه وزارت دفاع آذربایجان هدف این حملات تلاش نیروهای ارمنی برای به کنترل درآوردن یک موزه ارتش آذربایجان در منطقه مرزی عنوان شده است منطقه ای که خطوط انتقال نفت و گاز و همچنین راه آهن باکو تفلیس قارس از نزدیکی آن می باشد. در نتیجه حملات تجاوزکارانه ارتش ارمنستان تا لحظه تنظیم برنامه بر اساس آمار اعلام شده دوازده تن از نیروهای نظامی ارتش آذربایجان و یک شهروند غیر نظامی ساکن در یکی از روستاهای شهر تووز شهید شدند. همچنین بسیاری از خانه های روستاهای شهر تووز بر اثر حملات توبخانه ارتش ارمنستان به مناطق مسکونی دچار خسارت شدند. اگرچه منابع ارمنی از اعلام صحیح آمار امتنامی می کنند اما بر اساس تصاویر منتشر شده از سوی ارتش آذربایجان نظامیان ارتش ارمنستان چیزی در حدود 100 تن تلفات داشتند در تصاویر منتشر شده از سوی وزارت دفاع آذربایجان بسیاری از مقرهای نظامی و مواضع توپخانه ارمنستان توسط پهپادهای ارتش آذربایجان مورد هدف قرار گرفته و نابود شدند این درگیری ها تا لحظه ضبط برنامه ادامه داشته و هنوز خبری از آتش بس در کار نیست. شهروندان آذربایجان شمالی از همان روزهای اولیه جنگ ضمن حضور بر سر مزار شهدا با راهپیمایی های خیابانی خواهان واکنش گسترده تر و آزادی هرچه سریعتر مناطق اشغالی شدند. تا جایی که مسئولین دولتی جمهوری آذربایجان برای آرام کردن مردم برخی جنرال های ارتش را به میان تجمعات فرستادند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مراجع دولتی آذربایجان شمالی، طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته نزدیک به یازده هزار نفر از شهروندان آذربایجانی با اسم نویسی در مراکز نظامی خواهان حضور در جبه های جنگ علیه اشغالگری شدند. در این بین کشورهای ترکیه، اوکراین، مولداوی، کلمبیا و پاکستان همچنین کشورهای عضو شورای ترک با انتشار بیانی های رسمی و سخنرانی حمایت خود از آذربایجان و محکومیت رژیم اشغالگر ارمنستان را اعلام کردند. روسیه به عنوان حامی درجه اول و حتی بهتر است بگوییم مدیریت کننده ارمنستان روز سهشنبه از طرف این خواست تا اعلام آتش بس نماید. در این بین وزیر امور خارجه رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز طی تماس تلفنی با وزیر خارجه ارمنستان گفتگو کرد با توجه به سابقه رژیم ایران در حمایت از ارمنستان و همچنین محکوم نکردن تجاوزات کنونی آن بسیاری از تحلیلگران این تماس تلفنی را به پای اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان می نویسن. در این بین اما شرایط اقتصادی، نظامی و سیاسی ارمنستان که تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا بسیار بدتر از هر زمان دیگری است، برای چنین تجاوزی به هیچ وجه مساعد نمی باشد. از این رو رئیس جمهور ترکیه و بسیاری از تحلیلگران دستورات روسیه را در پشت پرده این کار غیر منطقی ارمنستان می بینند. تحلیلگران سیاسی معتقدند که روسیه به دنبال باز کردن جبهه دیگر برای مقابله با موفقیت‌های ترکیه در لیبی و سوریه است چرا که روسیه به خوبی میداند که ترکیه نمیتواند در برابر تجاوز به خاک متفق استراتژیک خود یعنی جمهوری آذربایجان که همواره شعار یک ملت دو دولت را سر اند بی تفاوت باشد و یا تنها به بیانی های سیاسی اکتفا نماید به عبارت دیگر هدف از جبههای که در تووز باز شده است تحت فشار قرار دادن ترکیه از طریق حمله به جمهوری آذربایجان است لازم به توضیح نیست که تضعیف محور باکو آنکارا چیزی جز به معنای تضعیف تبریز نیست این اتفاق و اتحاد چیزی نیست که بر پایه منافع تجاری یا سیاسی استوار باشد بلکه امری است ملی از این رو تشکلها و فعالان ملی آذربایجان در راستای رسالت ملی خود و حفاظت از منافع ملی ملت ترک روز چهارشنبه فراخان دعوت به حمایت از آذربایجان شمالی و اعتراض به اشغالگری ارمنستان صادر نمودند در این فراخان از ملت ترک خواسته شده بود تا روز پنج شنبه در شهرهای مختلف آذربایجان جنوبی همچنین در شهر تهران و در مقابل سفارت ارمنستان تجمع نماید رژیم ایران برای ممانعت از برگزاری این تجمع از همان ساعات اولیه ضمن تلاش برای انحراف افکار عمومی بسیاری از چهره های شناخته شده ی حرکت ملی همچنین شاعران و نویسندگان آذربایجانی را تحت فشار قرار داد تا فراخان صادر شده را تکذیب نمایند همچنین با بسیاری از فعالان ملی تماس گرفته شده و از آنان خواسته شد تا خود را قبل از ساعات فراخان به اداره اطلاعات معرفی نمایند روز پنجشنبه نیز شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل و بخشهایی از زنجان همچنین خیابانهای منتهی به سفارت ارمنستان در تهران به شدت تحت کنترل نیروهای امنیتی و یگان ویژه قرار گرفته بود. علا رغم تمامی این تدابیر، ملت ترک توانستند تا جای ممکن در مکانهای ذکر شده تجمع نمایند و در برخی مناطق نیز شعارهای خود را فریاد بزنند. رژیم ایران که تا به تحمل حمایت از آذربایجان و اعتراض به اشغالگری ارمنستان را ندارد اقدام به دستگیری شهروندان و فعالان ملی آذربایجان جنوبی نمود بنا به اطلاعات رسیده از منابع محلی تا کنون هویت چهارتن تن از این شهروندان با اسامی رحیم ساسانیان حکیم احمدی سعدالله ساسانیان و یاسمین زفری که در تبریز دستگیر شده اند احراز شده است از سوی دیگر ظهر روز پنجشنبه رسول رضوی فعال ملی آذربایجان و زندانی سیاسی سابق پس از احضار به اداره اطلاعات تبریز بازداشت و ساعتی بعد آزاد شد همچنین سالار تاهر فعال ملی آذربایجانی اهل ارومیه نیز پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد از طرف دیگر حمید جبارلی از فعالین ملی مدنی ساکن در تهران در تجمع اعتراضی در مقابل سفارت ارمنستان اشغالگر در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شد طبق آخرین اخبار منتشر شده حمید جبارلی به زندان اوین منتقل شده است در یکی دیگر از گزارشات رسیده به آراز نیوز از سوی شاهدان عینی پدری به همراه دو دختر خردسال خود که پرچم جمهوری آذربایجان را در دست داشتهاند در مقابل کنسولگری آذربایجان شمالی در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند بنا به گزارش خبرنگار خبرگزاری ترته ترکیه ماموران امنیتی رژیم با خبرنگاران حاضر در مناطق تجمعات نیز با بدرفتاری و خشونت برخورد کردند. تحلیلگران سیاسی آذربایجان جنوبی معتقدند که رژیم ایران باید به خوبی بداند که آذربایجان جنوبی به عنوان یکی از طرفهای اتفاق استراتژیک و ملی تبریز با کو آنکارا با هوشیاری و از جان گذشتگی هرچه تمامتر در میدان حضور داشته و خواهد داشت از این رو نباید هیچ گونه سستی یا مماشاتی صورت گیرد چرا که تضعیف هر یک از این طرفا به معنای تضعیف دیگران است. در پایان مختصری از تاریخ اشغال بخش کوهستانی غرباغ را خاطر نشان می کنیم. از سال 1988 زمانی که ارمنستان بر منطقه غرباغ ادعای ارزی را پیش برد، درگیری ارمنستان و آذربایجان آغاز شد و در سال 1991 زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در حال فروپاشی بود، ارمنستان اشغال اراضی آذربایجان را آغاز کرد. پس از توافق آتش در سال 1994 منطقه قره آذربایجان و هفت منطقه مجاور آن جبرائیل، کلبجر، لاچن، زنگیلان، گوبادلو، آدام و فوزولی تحت کنترل ارمنستان قرار گرفت. در فاصله آوریل تا نوامبر سال 1993 شورای امنیت سازمان ملل چهار قطنامه 822، 853، 874 و 884 در محکومیت اشغالگری ارمنستان و توقف فوری درگیری ها صادر کرد. همگی این قطنامه ها بدون هیچ رأی ممتنع یا منفی به تایید اعضای حاضر رسیده است. امید است که با پایان دادن به استعمارگری و توسعه طلبی بتوانیم جهانی بدور از اشغالگری، جنگ و خشونت را برای فرزندانمان هدیه نماییم. شاد و کامروا باشید.